سلامی دوباره بیننده نیمه دوم چشمانداز دوشنبه شب هستید. هفته گذشته بهای دلار در بازار ایران طی 4 روز از 11 هزار تومان به 15 هزار تومان رسید. با این حال روزهای شنبه و یک شنبه این نرخ سیری نزولی داشت و به کمتر از 12500 تومان هم رسید. این تغییرات اما ادامه دار است و باز بازار با افزایش بهای دلار روبروست. چرا بازار ارز ثبات نمییابد؟ گزارشی را از سارا تهرانیان با هم ببینیم و سپس با دو کارشناس اقتصاد گفتگو میکنیم. دلار آمریکا که در بازار آزاد تا سقف 15 هزار تومان هم رسیده بود، روز دوشنبه در محدوده 13 هزار تومان قرار گرفت. پس از دیدار رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه در تهران، قیمت دلار به 12200 تومان هم رسیده بود. برخی خبرگزاری‌های داخلی ایران نوشتند طرح حذف دلار از معاملات میان سه کشور باعث این کاهش قیمت بوده. خبرگزاری ایلنا اما نوشته انتشار خبر رد یکی از لوایح چارگانه FATF توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب شد تا این روند دوباره در مسیر صعودی قرار بگیرد. در تحولی دیگر از روز یک شنبه پرداخت ارز مسافرتی بار دیگر در بانک ها آغاز شد. این پرداخت در 7 شعبه بانک ملی انجام می شود. به گفته خبرگزاری ایسنا، نرخ ارز مسافرتی هم قیمت بازار است. بانک مرکزی ایران هفته پیش اعلام کرد بانک ها می توانند ارز مسافرتی و دانشجویی عرضه کنند. فروش مجدد ارز مسافرتی با شرایط و مدارک پیشین و البته با نرخ روز بازار آغاز شده. رئیس کل بانک مرکزی ایران هم روز یک شنبه اعلام کرد به صرافی ها برای ورود اسکناس ارز به کشور مجوز داده شده. عبدالناصر همتی گفته علاوه بر صرافی‌ها به صادرکنندگان نیز مجوز داده شده که بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را به شکل اسکناس ارز وارد کشور کرده و تحت نظارت بانک مرکزی در بازار عرضه کنند. خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور علیه ایران با سقوط بی‌سابقه ارزش پول ملی ایران روبرو شده است. مرحله دوم این تحریم ها قرار است از 13 آبان ماه شروع شود. با کشورهای اروپایی بایستی ادامه ارتباط باشه، اما رهبر جمهوری اسلامی اما گفته مشکل اقتصاد ایران نه تحریم ها بلکه مدیریت اجرایی در داخل کشور است. که مردم آزار نبینند. حسن روحانی اما گفته قبول ندارد کشور با بحران اقتصادی روبروست. سارا تهرانیان، ایران اینترنشنال. خوش آمد میگم با آقایان فریدون خاوند اقتصاددان و جمشید دامویی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه لوترن کالیفرنیا. جناب دامویی با شما گفتگو رو شروع میکنم. پیش از اینکه وارد جزئیات بحث بحران ارز در ایران بشیم، شما چگونه اساساً بازار ارز رو در ایران میبینید؟ ظاهراً منابع توزیع و عرضه ارز به 4 تا رسیده. خیلی ممنون از دعوتتون. با سلام به شما آقای گرشاسپی، آقای دکتر خاوند و بینندگان برنامه‌تون. ببینید، بذارید این قضیه رو از طرف جمهوری اسلامی بهش نگاه کنید که چطور بازار ارز میبینه. بر اساس نکاتی که بانک مرکزی در مورد اشاره میکنه، صحبتایی که از منابع رسمی ایران میاد، بازار ارزی رو اینها در 3 که در واقع همونطور که شما میفرمایید 4 خواهد بود به این صورت نگاه میکنن. بازاری که در این بازار نیست، یعنی شما میایید و نرخ ارز رو به قیمت ثابت میخرید. برای این کار توجیه اقتصادی اینه که این موجب این خواهد شد که قیمت بعضی از اقلام مواد مورد احتیاج و مردم رو میتونن در سطح پایین نگردن. اگر اینو بشکافیم از نظر اقتصادی بهش نگاه کنیم، اینطور به نظر میاد که جمهوری اسلامی از این نرخ ثابت ارز به عنوان سوبسید برای خرید بعضی از کالاهای اساسی بهش نگاه میکنه. اون وقت این مشکل پیش میاد که آیا این سوبسید از این طریق روش درستی است یا نه. حالا اینو بذارید فعلا بذاریم کنار تا که دوباره بهش برگردیم و نگاه کنیم. بازار دوم بازار شناور. بازار شناور به این صورته که این بازار کسایی که در اون شرکت میکنن مورد قبول جمهوری اسلامی و بانک مرکزی خواهند بود. کسایی که
صادرات غیر نفتی دارند، کسایی که میخواهند این ارز رو ابتیاع کنن برای احتیاجاتشون. و به نظر میاد که این بازار از شروعش همینطور که ما به جلو میرویم گسترش بهتری پیدا میکنه تا گسترش بیشتری پیدا میکنه. به عبارت دیگه از آزمون و خطا برای درست کردن و گسترش بازار شناور استفاده میشه. قسمت سوم که بازار آزاده، که بازار آزاد باز بازار آزاد به اون صورت نیست، برای اینکه اونهایی که در این بازار ارز میفروختن به طریق بازار شناور در مرتبط بودن، ولی باز پاره زیادی از مقدار زیادی از تقاضاهایی که وارد این بازار میشه به رسمیت شناخته نمیشه، که اونها عبارت از حفظ در واقع موقعیت مالی کسانی که در ایران با کاهش ارزش ریال مشکلاتی رو مواجه خواهد میشن، یا اونهایی که میخوان خروج سرمایه کنن و غیره. به هر حال تقاضا چیزی نیست که ما بتونیم به اون به این صورت نگاه کنیم که اون چیزی فقط مورد قبول تقاضاست. حالا اگر این بازار رو بخوایم بشکافیم، در این بازار خصوصیات خاصی داره. بخشی از این بازار شناخته شده نیست که شما از بخش چهارم صحبت کرد. بخشی از این بازار نوع ارز رو به صورت حواله‌ای احتیاج نداره، به صورت نقدیه، به صورت اسکناس احتیاج داره. باز بر اساس آزمون خطا پاری از اون مسائل و مشکلاتی رو که بوده، اینطور به نظر میاد که بانک مرکزی و دولت جمهوری اسلامی در جهت برداشتن این قضیه داره. اگه به این قضیه بخواید نگاه کنیم، به این نتیجه میرسیم که موقعی میتونه این به اصطلاح روش مدیریت ارزی با طریق مشخصی که جمهوری اسلامی بهش نگاه میکنه به جلو بره، که شما تفاوت بین بازار آزاد و بازار شناور در حد معقول نگاه دید. حد معقول چی؟ حد معقول چیز 5%، 6%، 7% بیشتر باشه صحبت کرد. و من از این که این دوتا از هم دیگه جدا میشه، اون وقت نگاه کنیم اون درایورهای اونهایی که این رو جدایی رو ایجاد میکنن از کجا میاد. مسئله اصلی ایران اگر با بازار ارز نگاه کنیم و مسئله افزایش نقدینگی رو کنار بذاریم هیچ مفهومی نداره. بسیار مقادیر زیادی اون چیزی که در اینجا ما بهش مواجه هستیم مسئله افزایش نقدینگی در ایران. حالا شما اگر سیاست‌های ارزی رو بدون توجه به جذب این افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران نگاه کنید، اینا همیشه این تنش درش هست. یعنی شما همیشه این حالت دارید که ممکنه که دوباره یه ران به قول معروف داشته باشیم در این بازار سوم یا بازار چهارم، و بر اساس اون ما دوباره وارد این کرایسیس بشیم. و به هیچ وجه نمیشه این مسئله رو به این صورت تصور کرد که ما میتونیم به یک مقطعی برسیم حداقل در کوتاه مدت که بتونیم تفاوت نرخ ارز رو بین این دو بازار در حد معقول نگه داریم. اگر این به وجود بیاد، اون وقت یه بحث دیگه است. اون وقت شما سرمایه گذاریتون در بازار ارزی اگر اسپکولاتیو هستید، اگر در جهت حفظ به اصطلاح منافع موقعیت مالیتون هستید، میتونید به جای دیگه توجه کنید. ببینید در طی 6 ماه گذشته ما حدود 150% سود داشتیم. اگر کسی در بازار ارز به طور موفقیت آمیز عمل میکرد، این سود رو اگر در سپرده‌های بانکی نگاه کنیم بین 15% تا 20% و از اینجا خودتون میتونید بگید مسئله نگاه کنید ببینید چرا قضیه ارز به در واقع تقاضای ارز میتونه جالب باشه. ممنون آقای دامویی، بیشتر صحبت میکنیم. آقای خاوند، شما چگونه بازار رو میبینید؟ من اگر بخوام خلاصه کنم، در واقع آنچه که در بازار میبینیم دلار 4200 تومانی هستش که اختصاص داده شده از سوی دولت برای کالاهای اساسی، بازار ثانویه که بخشی از ارز مورد نیاز بازرگانان رو در واقع تامین میکنه، اگرچه در مورد همین هم بحث هست، میگویند پتروشیمی ها ارز کافی وارد نکردند، صرافی ها که ارز مسافرتی عرضه میکنند، و در نهایت دلال ها. اگر بپذیریم تحلیل آقای دامویی رو، این سیستم تا کی میتونه ادامه پیدا کنه به این صورت؟ ببینید، در حال حاضر مسئله وجود چند نرخ هست در بازار و تغییر این وضعیت، تغییر این نظام ارزی چند نرخی هم در شرایط بحرانی کنونی امکان پذیر نیست. بحثی که در همین گزارشتون مطرح شد، مسئله این هست که مسئله بر سر این بود که چگونه در طی مدت یک روز، یعنی از روز یک شنبه تا روز دوشنبه، ما شاهد دگرگونی شدید بودیم در بازار ارز. روز یک شنبه ما شاهد این بودیم که دلار به زیر 13000 تومان رسید، 12500 تومان، حتی به زیر 12500 تومان رسید، و این فکر قوت گرفت بعد که یه خورده بالا رفت که به تدریج شاید فروشنده ها و
خریداران بر سر نرخ 13000 تومانی دست کم برای مدت چند روز یا چند هفته به توافق برسن. همین امروز دوشنبه ما شاهد اون بودیم که این عملی نشد و دوباره دلار در مدار سعودی قرار گرفت. حالا گمان زنی ها بسیار بسیار زیاده در مورد دلایل افت روز یکشنبه و بالا رفتن امروز در روز یکشنبه. میگویند که در این گزارشتون هم اشاره شد، صراف ها تونستند دلارهایی رو از خارج وارد کنند، از دلار سلیمانیه یا دلار معروف به دلار هرات و در بازار ایران بیارند. پتروشیمی ها مقادیر زیادی ارز گویا وارد بازار ثانویه کردند که تأثیر گذاشته بر بازار آزاد ارز، و یا اینکه عوامل دیگری هم مؤثر افتاده در این جریان. ولی همین امروز چرا بالا رفت؟ چون که عواملی که دامن میزنه به ایجاد عدم اطمینان، عدم اعتماد در بازار ارز مهمتر هست از عواملی که باعث میشه نرخ ارز به ثبات برسه. همین یکی دو روز گذشته ما گزارشی داشتیم در مورد اینکه صادرات نفتی ایران به کمترین حد از ماه مارس 2016 تا حالا رسیده. خب این طبعا بر بازار ارز تأثیر میذاره. اختلافات درون دولت بسیار شدیده، از جمله بر سر سیاست ارزی، و از طرف دیگه چون حجم نقدینگی بالاست، مردم پسندازهاشون در حال آب شدنه، مثل برف در آفتاب تابستانی. چیکار میکنن؟ این پسندازها رو بیرون میارن، روانه بازار ارز میکنن. اگر نتوانن طلا میخرن، اگر نتوانن خانه میخرن. به هر حال اعتماد به ریال از میان رفته، ریال از چشم مردم افتاده. تا وقتی که این وضعیت حل نشه، یعنی این عدم اطمینان وجود داشته باشه، ما شاهد همین روند سعودی هستیم. بسیار. و دست کسی هم کاری بر نمیاد، و به همین علت نظام ارزی ایران مجبوره که به همین صورت چند نرخی باقی بمونه، و آرزوی تک نرخی شدن ارز کماکان به شکل آرزو باقی بمونه. بنابراین تغییری در وضعیت فعلی واقعا نمیشه داد تا وقتی که عوامل، و من تموم میکنم با این جمله، تا وقتی که عوامل ایجاد عدم اطمینان در سیاست داخلی و در سیاست خارجی به شکل کنونی باشه، من تصور نمیکنم که بازار ارز بتواند به سامان برسه. بسیار خوب، بردیا خواهش. جناب آقای دامویی، آقای خاوند از عوامل تأثیرگذار غیر از خود بازار ارز، مثل عواملی که آدم افراد مشغول در اقتصاد اطلاع چندانی ندارن که فردا چه اتفاقی میفته یا سیاست‌ها چگونه تغییر میکنه، اما جدای از این مسئله یا امید مردم که آقای روحانی مرتب داره بهش اشاره میکنه، شما وقتی به بازارهای مختلف ارز اشاره میکنید، آیا ما میتونیم بپذیریم که تمام این بازارها به تبع همه به گونه اجتناب ناپذیر به هم ربط دارن و در نهایت به اون بازار اصلی که بازار آزاده ختم میشه؟ یعنی هر گونه رانت و امتیاز ویژه‌ای که در هر یک از این بازارها ارائه میشه، سودی که ازش حاصل میشه، به هر حال بازیگران این بازار میخوان اون سود رو در بازار آزاد بیان و داشته باشن. بنابراین آیا راه، تنها راه ممکن این نیست که به طور کلی هر گونه امتیاز یا رانت ویژه حذف بشه تا بحران ارزی حل بشه؟ اجازه بدید من سوال شما رو، دو جنبه سوالتون رو باز کنم که به هم مربوطه. یکی این که فرمودید که آیا بازار ارز همونطوری که ازش صحبت شد ریاکسیون نشون میده، اکثر من نشون میده به اصطلاح اون سایکولوژی زمان، بر اساس اکسپکتیشن ها، بر اساس اون تصوراتی که هست. کاملا درست. بازار ارز در ایران، در همه جا، بازارها به طور کلی مقادیر زیادی بر اساس اون چی که انتظار خواب می رود عمل می کنند. برای این جواب به سوال کاملا مثبت. در این رابطه باز نزدیک به همین سوال بود، این بازارها با همدیگه ارتباط دارن، آیا امکان این هست که رانتخاری در یک جا باعث این بشه که مکانیزم بازارها عوض بشه؟ باز جواب مثبت. اجازه بدید یه خورده من مسئله رو بشکافم. ببینید شما الان نگاه کنید، ببینید فرض کنید که نرخ بازار آزاد یه چیزی حدود 12 یا 13 هزار تومان هستش، نرخ بازار شناور 9000 تومنه، و شما یکی از اون به اصطلاح آژانس‌هایی هستین یا اون عواملی هستین که می‌خواید دلارتون رو بیارید در بازار شناور، شما با تعامل خواهید کرد، چون خیلی طبیعیه که فروشنده همیشه بالاترین قیمت رو می‌خواد
خریدار همیشه پایین ترین قیمت رو میخواد. بنابراین این یه مسئله خیلی پیچیده‌ای نیست، مسئله‌ای است که به اصطلاح اقتصاد به قول معروف وانوانه که شما این رو این کارو خواهید کرد. حالا رانت خاری چه مسئله ایجاد میکنه؟ کاملا به این صورت، ببینید مقادیر زیادی کسایی که در این مرحله قرار میگیرن، در موقعیتی قرار میگیرن که بتونن بدون هیچ گونه ریسک یا بدون هیچ گونه تحمل هزینه یا چیزی بتونن سود ببرن، اینا رانت خارن. و بازار ارزی چند ارزی این امکان به صورت خیلی راحت به اینا میده. ببینید الان یکی از صحبت ها اینه که ما شاید باید در ایران اصلا به طور کلی این چند نرخی رو ورداریم و به صورت نرخ یک ارزی بریم، چیزی که همکار بنده آقای خاوند بشاری کردن، آرزویی است که بهش بخوایم برسیم. ببینید من توصیه بر من این مسئله هست، شما در سر یک کار هستید این مسئله رو نگاه میکنید، ریسک های زیادی هست. ریسک مسئله یک نرخی چیه؟ مقدار زیادیش مسئله تورمه. مسئله تورم مسئله است که برای دولت ایران در یک بود بسیار مشکل اشکال پیدا کننده است. اون در مورد قدرت خرید میلیون ها اقشار مردم ایران هستند که به هیچ وجه تحمل این افزایش قیمت ها رو ندارن. و همین در بدیلی که در هر صحبتی که میشه زعمای قوم میگن به این قضیه که ببین مطمئن باشید که 4200 برای این هست که ما مایحتاج اساسی مردم رو تامین کنیم. این یعنی به طور طبیعی یک سوبسید. حالا شما ببینید هزینه اقتصادی چی؟ ببینید کار اقتصاد تحلیل جزئیات مسئله است و خیلی از این مسائل به صورت ما بهش unexpected غیر منتظره، در واقع غیر منتظره نیست، چون اگه شما بهش فکر کنید بتونید بهش اهمیت بدید کجای قضیه خواهد منتظر خواهد بود. شما وقتی که سوبسید بخواید بدید به اینتر، خواهید روشی دیگه برای سوبسید نیست. سوبسید به این صورت برمیاد که ما دوباره ما کوپن بدیم و صفحای از زمانی که کوپن و صفحه دراز کوپنی رفته سالها گذشته، ما امروز با خیلی از کشورها، همین امریکا، من بعضی جایی که مطالعه میکنم با زیپ کدایی که میرم حدود 90% گاهی اوقات 100% از فود استمپس استفاده میکنن به صورت کردیت به اصطلاح یا کارت اعتباری است. روش های دیگر هست که آیدنتیتی میکنه مردم رو بر اساس به اصطلاح چشمشون یا چیزهای دیگه که پیشرفت کرده. شما باید ایران باید این تصمیم بگیره که آیا نرخ ارزی رو دنبال خواهد کرد یا چند نرخی رو دنبال خواهد کرد. و جام کلام اینجا، جان کلام اینجا، نرخ چند ارزی رانتخاری ایجاد میکنه. ممنون. رانتخاری این مسئله رو بندی مرتبط میده و اون صحبت هایی که میتونیم باز باش در موردش مفصل. ممنونم آقای دامایی. آقای خاوند اگر امکان داره کوتاه پاسخ بدید. نگاهی بندازیم به بحث تقاضا. دولت میگوید که صرافی ها آزاد هستند که ارز وارد کشور بکنند. آیا فکر میکنید میزان تقاضا آنقدر هست که همچنان در واقع به بانک مرکزی وابسته باشن صرافی ها؟ به هر صورت میزان تقاضا در ایران بالاست. تقاضای صرافی هاست که صرافی ها باید به تقاضاهای مختلف پاسخ بدن، از ارز دانشجویی، ارز مسافرتی و یا صاحبان بنگاه‌های تولیدی که نیاز عاجل به ارز دارند و مجبورند به هر صورت بدون این که وارد بوروکراسی دولتی بشن به سراغ یه صرافی برن و ارز تهیه کنن. این تقاضا در سطح بسیار بسیار بالایی است. یکی مسئله‌ای که مطرحه، مسئله بزرگ اینه که ارزه به اندازه کافی نیست. حتی پتروشیمی‌ها، کارخانه‌های دولتی ارزشون رو، یعنی صادراتی رو که در خارج ارز می‌گیرن در مقابلش، این ارز رو به وارد شبکه نیما نمی‌کنن. مایلن اون رو در بازار آزاد بفروشن. به یکی از مشکلات بزرگ هم در حال حاضر اینه که بخش بزرگی از صادر کننده ها صادراتشون رو به بازار تعیین شده از طرف دولت، یعنی بازار ثانویه، نمیارن. مشکل بزرگ در عرضه ارز که باید به این مسئله رسیدگی کرد بشه در درجه اول. بسیار عالی. آقای دامویی کوتاه در یک دقیقه به من بگید وقتی که در واقع یکی از تحریم ها علیه ایران منع خرید ارز از مؤسسات خارجی هست، صرافی ها چگونه این ارز رو میخوان تامین کنند ولو اینکه آزاد باشه؟ صرافی ها باز به این صورت برمیگرده، اون روابط که صرافی ها با فروشندگان ارز دارن، مسئولی که دارن، کسایی هستن در این زمینه سالها در تجارتن، در این زمینه هستن، مشکله با دشواری زیاد. ولی چیزی که وجود داره در اینجا اینه وقتی که دولت مقرراتی میذاره که جلوی این قضیه رو میگیره یا فکر میکنه که میتونه کنترل بکنه، اگر این قضیه رو
بخواد از اون ایکویژن، از اون معادله بگیشه کنار، اون وقت جا رو برای اون به اصطلاح روش های کریتیو یا روش های دیگه ای رو که میتونن صرافی ها یا اینها داشته باشن باز بکنن. به نظر من کوشش در همونطور که خواهم اشاره کردم مسئله عرضه ارز به این بازارها بسیار مهمه. بنابراین به نظر من دولت ایران بهتره که این قضیه رو درش سد ایجاد نکنه، بلکه باز کنه و از بهتریقی که بتوانن کسایی که ارز میفروشن از طریقی که میتونن این ارز رو به این بازارها بیارن، برای اینکه این میتونه کمک زیاد. ممنونم. 40 ثانیه فرصت داری. آقای خاوند، تأثیر این که شرکت ایرانی بره اسکناس فردار وارد کشور بکنه از دید شرکت های خارجی که بخوان با ایران کار بکنن چیه؟ خیلی مهمه، چون مسئله پولشویی رو مطرح میکنه و برای شرکت ها و بانک های خارجی که قراره به خصوص در چارچوب اتحادیه اروپا با بازار ایران ارتباط برقرار کنن طبعا مشکل آفرین میشه. بسیار عالی، سپاسگزارم از فریدون خاوند، اقتصاددان، و جمشید دامویی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه لوترن کالیفرنیا، که در این بخش از برنامه امشب با ما بودند. تا شب دیگر و چشم‌اندازی دیگر، اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم.